گرفتن. دلیل قرارگیری فلگ ها به صورت نامنظم یک سری محدودیت های سخت افزاری در 8086 و همچنین امکان ایجاد نویز هستش که باعث میشه که ما سیستممون دچار اخلال بشه. فلگ اول کری فلگ هستش یا پرچم کری یا نقلی. میتونیم بگیم که رقم نقلی یا کری یا بارو بر بیت پرارزش ثبات 8 بیتی AH باعث میشه که این پرچم ما روشن بشه. یعنی اگر ما در محاسباتمون یک بیت نقلی ایجاد بشه، پرچم CF روشن میشه. پرچم دیگه پرچم PF یا پریتی فلگ هستش یا پرچم توازن. اگه تعداد بیت های یک در 8 بیت مرتبه پایین زوج باشه، این پرچم فعال میشه. نکته ای که باید بهش اشاره کنم اینه که این پرچم از نوع توازن زوج هستش، یعنی در صورتی روشن میشه که نتیجه، یعنی تعداد بیت های 8 بیت مرتبه پایین ما زوج باشه. چرا ما نیاز به یک پریتی فلگ یا فلگ توازن داریم؟ بیت توازن به این خاطر وجود داره که ما امکان ایجاد نویز در سیستممون زیاده، یعنی با ایجاد نویز امکان داره یک صفری به یک و یا برعکس تبدیل بشه. پس ما نیاز به یه پرچم توازن داریم که تعداد بیت های یک و تعداد بیت های صفر رو برای ما مشخص کنه. همچنین باید این نکته اشاره کنم که ما برای انتقال اطلاعات از 8 بیت پایین استفاده میکنیم. 8 بیت پایین معمولا رجیسترهای گروه داده یا همه منظوره. و برای همینه که ما میگیم که اگر در 8 بیت مرتبه پایین تعداد بیت های یکمون زوج بشه این پرچم فعال میشه. پرچم بعدی پرچم کمکی هستش. این پرچم چه زمانی روشن میشه؟ اگه یک رقم نقلی همون کری یا بارو رو بر بیت کم ارزش AL ایجاد بشه، باعث میشه که پرچم کمکی ما یا اکسیلری فلگ ما روشن بشه. این روشن شده این پرچم زمانی اتفاق میفته که ما از بیت 3 به 4 مون رقم نقلی داشته باشیم، با فرض اینکه بیت ها رو از شماره 0 شروع کنیم. پرچم بعدیش پرچم ZF یا زیرو فلگ هستش که اگه نتیجه محاسباتمون صفر باشه این پرچم روشن میشه. پرچم بعدی پرچم SF یا ساین فلگ هستش که اگه عملیاتمون علامتش تغییر کنه، یعنی مقدار پرارزش‌ترین بیت نتیجه رو یا همون MSBمون همونطور که از درس مدار منطقی به یاد داریم تغییر کنه، صفر باشه علامت مثبته، یک باشه علامت منفی، و پرچم ساین فلگ در این صورتی که روشن میشه. یک سری پرچم های کنترلی ما در 8086 داریم همونطور که گفتیم. این پرچم ها برای کنترل کردن وضعیت سیستم مورد استفاده قرار می گیرن و ما با برنامه نویسی میتونیم وضعیت سیستممون رو کنترل کنیم. پرچم TF یا Trap Flag وقتی یک میشه که بعد از اجرای یه دستور عمل ما یه سینگل استپ اتفاق بیفته، یک وقفه اتفاق بیفته و بعد صفر میشه. ما خودمون این پرچم رو میتونیم کنترل کنیم. پرچم IF یا پرچم اینترابت فلگ با وقفه در سیستممون روشن میشه، یعنی ما خودمون اگر این پرچم رو یک کنیم باعث میشه که بعد از اجرای هر دستورالعمل ما یک وقفه داشته باشیم. و پرچم دی اف یا دایرکشن فلگ جهت انتقال دیتا رو مشخص میکنه، اگه یک باشه کاهش و اگه صفر باشه افزایش رو خواهیم داشت. این پرچم برای همون انتقال بلوکی یا رشته‌ای که با استفاده از دو رجیستر سورس ایندکس و دستینیشن ایندکس مورد استفاده قرار میگرفتن کاربرد داره. منظور از کاهش و افزایش چیه؟ فرض کنیم ما یک کلاس درس داریم. ما میتونیم این کلاس رو از صندلی ابتدایی شروع به پر کردن کنیم و همچنین میتونیم از صندلی انتهایی شروع کنیم به پر کردن اون کلاس، و یا برای خارج شدن دانشجو از کلاس ما با صفر رو یک کردن میتونیم جهت پر شدن یا خالی شدن کلاس رو در این مثال به عنوان نمونه تعیین کنیم. پرچم دیگری که در 8086 داریم اوورفلو فلگ یا پرچم سرریز، که اگه نتیجه محاسبات علامت داره ما اوورفلو داشته باشیم یا سرریز داشته باشیم باعث میشه که این پرچم یک بشه یا روشن بشه. یک تفاوتی بین اوورفلو و کری وجود داره که ما در اینجا میخواییم بهش بپردازیم. در کری ما حاصل جمع دو عدد MBT رو اگر جمع کنیم و بیت N به علاوه یکی ایجاد بشه، یعنی یک بیت نقلی ما داشته باشیم، میگیم که کری وجود داشته. اما اوورفلو چیه؟ اگر دو عددی حاصل یک عمل جمعی در رنج قابل نمایش ما نگنجه یا جای نگیره، سرریز یا اوورفلو رخ داد. منظور از این رنج قابل نمایش چیه؟ یه عدد 4 بیت رو فرض کنید. اگه عدد 4 بیت رو ما بدون علامت در نظر بگیریم، میتونیم از 0 تا 15 رو برای اون عدد به دسیمال یا ده دهی داشته باشیم.
اما اگر عدد رو علامت دار در نظر بگیریم، یعنی بیت چهارم و پر ارزشش همواره بیت علامت خواهد بود. صفر باشه مثبت، یک باشه منفی. در نتیجه رنج علامت دار ما از منفی 8 تا عدد 7 به دسیمال یا ده دهه خواهد بود. به چند مثال توجه کنید. فرض کنید می‌خوایم در یک حاصل عمل جمع دو عدد 9 و 12 رو با هم دیگه جمع کنیم. این چیزی که من گفتم درباره تعریف کری و اوورفلو برای اعداد علامت دار و اعداد بدون علامت کار میکنه و مورد استفاده قرار میگیره. فرض کنید میخوایم دو عدد 9 و 12 رو با هم دیگه جمع کنیم. حاصل میشه عدد 21. این عدد اعداد علامت دار نیستن. فرض کنید که ما اینجا اعداد علامت دار نداریم. در نتیجه حاصل جمع این عدد باعث میشه که ما یک رقم نقلی داشته باشیم. به این رقم نقلی کری گفته میشه و همچنین اوورفلو. چرا؟ ما اولا رقم نقلی داشتیم، یعنی بیت n به علاوه یکم داشتیم، پس نتیجه ما کری داریم و همچنین رنج.